سلام به دوستای گلم، امروز میخوایم درس دوم موزاییک بافی رو با همدیگه شروع کنیم. یه چیزی که خیلی توی موزاییک بافی مهمه اینه که باید بلد بشین نقشه بخونین. نقشه خوندنش هم یه مقداری با نقشه خوندن قلاب بافی معمولی فرق داره، به این دلیل که خونه هایی که اینجا داریم، من الان توی کامپیوترم نشون میدم، خونه هایی که اینجا داریم نشون دهنده در حقیقت کارهایی که ما انجام میدیم. خونه هایی که خالی هستن، حالا به رنگش زیاد توجه نکنی، خونه هایی که خالی هستن همشون پای کوتاهی هستن که توی در حقیقت بکلوب بافته میشن. خونه هایی که X داره توش در حقیقت پای بلندایی هستن که تو فرانت لوپ رج قبلی بافته میشه. خب الان اینجا ما یه طرحی داریم، میخوایم این طرح رو با هم دیگه ببافیم. از دو تا رنگ اصلی در حقیقت این طرحمون تشکیل شده. یه رنگ زمینه هست، من رنگ زمینه رو زرد انتخاب میکنم. در حقیقت این آبی ها رو من زرد انتخاب کردم، این سفیدایی که اینجا میبینین رو با آبی میبافم. برای شروع کار هم هر گل ما تشکیل شده از 12 تا زنجیره، بنابراین شما بعد مضربی از 12 داشته باشین به اضافه 4. خب من الان برای اینکه این دوتا گل رو داشته باشم 28 تا زنجیره نیاز دارم. شما با من شروع کنین این زنجیره ها رو بزنین. پس 28 تا زنجیره بزنین تا ادامه کار رو با هم دیگه داشته باشیم. یه دونه حاشیه رو بافتیم، گفتیم که هر دوتا رو میگیریم، ولی دونه های بعدی رو همشون رو تو بک لوپ میبافیم، یعنی فقط یه دونه حلقه رو میگیریم، حلقه پشتی رو، و تو همشون پایه کوتاه میبافیم تا آخر. به دونه آخر که رسیدیم، دونه آخر هم حاشیه است، بنابراین این رو ببافیم تا آخر توی بک لوپ. توی موزاییک بافی همیشه خونه هایی رو که اگه اینجا دقت میکنین، حتی اگه رنگش آبیه یا سفیده فرق نمیکنه، اصلا به رنگش دقت نکنین، وقتی که هیچ ایکسی توش نیست، یعنی اینا پای کوتاهی هستن که دو بکلوب بافته میشن. معمولا هم از رج سوم هستش که موزاییک بافی شروع میشه. رج اول و دوم معمولا در حقیقت پیش زمینه است. شروع گل معمولا از رج سوم هست. حالا درسته اینجا شما میبینین سفید، ولی واقعا اینجا هیچ اتفاقی نمیفته. من وقتی که تو رج سوم رسیدیم بهتون میگم. من 28 زنجیرم رو بافتم، امیدوارم که شما هم بافته باشین. یه نکته ای رو که باید بگم اینه که از اون در حقیقت 4 تا دونه ای که اضافه تر داریم، یه دونش که بافته نمیشه. خب اون یه دونه که بافته نمیشه، از دومی شروع میکنیم به بافتن. همیشه اولین دونه ای که ما میبافیم حاشیه ای ما رو نشون میده. حاشیه بافتش با بافتای دیگه فرق داره. در حقیقت ما اینو به صورت عادی میبینین، از دوتا در حقیقت من بکلوپش رو فقط نمیبافم، هر دوتا حلقه رو با هم میگیرم، از زیر هر دوتا حلقه که رد بکنم میتونم این یه دونه رو ببافم. پس اولین دونه من همیشه حاشیه است و حاشیه همیشه بافتش با بقیه دونه ها فرق داره. من اینو از همین رج اول هم همین کار رو انجام میدم که مشخص باشه که این یه دونه دونه حاشیه منه. خب حالا رسیدیم به انتهای رج. من این دونه یکی مونده به آخر رو هم بکلوب ببافم. دونه آخر رو، این دونه آخره، این دونه آخر نگاه کنین، دونه آخر بافتش متفاوته چون حاشیه است. در حقیقت دوتا حلقه رو با هم از بین دوتا حلقه میاریم بیرون و بعد اینو پایه کوتاه میبافیم. انتهای همه رجا باید در حقیقت من
نخم رو قطع کنم. من دو تا زنجیره میزنم برای محکم شدن کار و نخم رو قطع میکنم. حالا بلندی قطع کردن هر چقدر که شما دوست دارین. من نخم رو قطع کردم و اینو اینجوری میکشم. یکی از در حقیقت انقدر که میکشم یکی از اون زنجیره ها به صورت دونه در میاد، یعنی به صورت گره در میاد، ببخشید، به صورت گره در میاد و اینجوری میشه. خب گفتیم که توی موزاییک بافی ما معمولا توی هر رج یه دونه رنگ میبافیم، یعنی که دوتا رنگ توی رج بافته نمیشه. خب حالا اینجا گوشه کار یادتونه توی درس اول گفتیم که این حاشیه است، از بین دوتا حلقه رد میکنیم و نخ دوم رو در حقیقت بهش اضافه میکنیم. من از توش دروردم، یه دونه زنجیره میزنم، سفتش میکنم و داخل همونجا دوباره یه دونه پای کوتاه میزنم. و این رج هم ساده بافیه. یعنی چی؟ یعنی این که هنوز گل تشکیل نمیدیم. این رج رو هم حتما از بکلوب شروع کنیم به بافتن و در حقیقت پای کوتاه تو بکلوب ببافین تا دونه آخر، که دونه آخر رو از بین دوتا حلقه رد میکنیم. من الان رج سوم رو دارم شروع میکنم. نخ اولم رو گفتیم از بین دوتا حلقه در میاریم، یه دونه زنجیره میزنیم، سفتش میکنیم، دوباره یه دونه پای کوتاه تو همونجا میزنیم. این دونه حاشیه. خب حالا اینجا رج سوم رو نگاه کنیم. اینجا توی رج سوم به من گفته که دو تا، میبینید دو تا جای خالیه. یعنی چی؟ یعنی من دو تا بعد بکلوب ببافم. خب بعد از این دونه اولی که بافتم من دو تا پای کوتاه تو بکلوب میبافم، دو تا. حالا الان اینجا به من گفته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا پای بلند تو فرانت لوپ به فرانت لوپ رج قبلی. من شروع میکنم از این دونه اولیه، میام پایین، از اینجا این فرانت لوپ رج قبلی رو میگیرم و یه پای بلند میبافم و بین دوتا رد میکنم، بین دوتا رد میکنم. این یک. تو بعدی دوباره همین کار رو انجام میدم تا 9 تا دونه. این دوتا، این سه تا، این چهار تا، پنج تا، شش تا، هفت تا، هشت و نه تا. پس من دو تا پای کوتاه تو بک لوب و 9 تا پای بلند تو فرانت لوب زدم. پشتش رو نگاه کنی. خب حالا اینجا بعد از اینکه این کار رو انجام دادم به من گفته 3 تا پای کوتاه تو بک لوب بباف. فقط من باید حواسم باشه اشتباه نکنم، دونه اضافه نکنم، سر جای خودش ببافم. خب 3 تا تو بک لوب، این یکی، این دوتا، این هم سه تا. حالا الان اینجا من باز دوباره تکرار دارم، باز هم باید 9 تا در حقیقت پای بلند توی فرانت لوپ رج قبلی ببافم. من میشمرم 1 2. به این ترتیب ما داریم در حقیقت اون آبیا رو پنهان میکنیم. ببینین الان اینجا اگر نگاه کنین انگار که من اومدم اینجا در حقیقت اون رج قبلیم آبیا رو پشت این پنهان کردم.
خب نقطه دوم رو هم بافتم و حالا در انتها دو تا در حقیقت پایه کوتاه تو بک لوب دارم، یه دونم پایه حاشیه رو دارم. خب این دو تا بک لوب، اینم پایه حاشیه که بین دو تا حلقه میره. اوه ببخشید من پایه بلندش کردم چرا. و دوباره نخم رو بعد از زدن دو تا زنجیره قطع میکنم. و میکشم که یکی از اون زنجیرها به صورت گره در بیاد. خب این شکلیه که من دارم در حقیقت. و الان یه سه رجه در حقیقت من تا اینجا بافتم. آماده شیم برای رجه چهارم. به رجه چهارم اولین دونه حاشیه رو میبافیم، یه دونه زنجیره میزنیم، یه دونه پای کوتاه تو همون خونه میبافیم. خب الان اگر اینجا توی رج چهار نگاه کنیم، به من گفته یه دونه بک لوپ باید ببافم، یه دونه پای کوتاه بک لوپ. گفتیم که همه پای کوتاه تو بک لوپ هستن. و الان اینجا به من توی چهار گفته که یه دونه باید پای بلند تو فرانت لوپ ببافم. خب به جای این یه دونه بک لوپه که اینجا داشتم، یه دونه در حقیقت چی میزنم؟ پای بلند میبافم توی فرانت لوب یا حلقه جلویی. خب حالا الان گفته که این 9 تا خونه ای رو که از قبل داشتیم و پای بلند زده بودیم، گفته به من که اینا رو بک لوب بباف. نگاه کنین همش خالیه اینجا، چون خالیه خالی ها رو گفتیم چیه؟ گفتیم که اینا همه بک لوب هستن. ابتدای رج چهارم گفتیم که یه دونه، اینجا تو رج چهارم هستیم، یه دونه پای کوتاه بک لوب، یه دونه پای بلند تو فرانت لوب و 9 تا پای کوتاه تو بک لوب میبافیم که من این کار کردم. و حالا تکرار در حقیقت دیگه. نگاه کنین اینجا الان من یه دونه پای بلند دوباره دارم توی فرانت لوب، چون میخواد این گل بسته بشه. خب بعد یه دونه پای کوتاه تو بک لوب دارم، اینجا نقشه داره به هم میگه که چیکار کنم. یه دونه پای بلند، یه دونه پای کوتاه، دوباره یه دونه پای بلند. خب الان اینجا من دوباره یه دونه پای بلند میزنم. بعد رسیدیم به اون پای بلندای رج قبلی، همه اونا رو بک لوب میبافیم که 9 تاست. 9 تا بک لوب، 9 تا رو بافتیم، رسیدیم به انتها. دوباره یه دونه، اینجا الان شکل به من داره میگه که یه دونه باید من پای بلند توی فرانت لوپ رج قبلی ببافم، حلقه جلوی رج قبلی ببافم، یه دونه بک لوپ ببافم چون باید قرینه باشه با اون طرف، و آخرین دونه هم که دونه حاشیه‌مه که از بین دوتا حلقه میبرم و پای کوتاه هم رو میبافم و ته رج دو تا زنجیره و قطع میکنم. شکلم این شکلی شد. خب آماده شیم برای رج پنج. خب من دونه حاشیه رج پنجم رو بافتم. تو رج پنج میبینیم که اولین دونه که باید ببافیم پای بلند توی فرانت لوپه، پس من یه دونه پای بلند میبافم چون ایکس داره توی اون خونه یا ضرب در داره توی اون خونه. خب اون ایکس به من نشون میده، اون ضرب در به من نشون میده که من چیکار باید بکنم. بعد اونجا 1 2 3 تا من بک لوپ دارم، یعنی پای کوتاهی که توی بک لوپ بافته میشه. 1 2 و 3. خب من این دونه حاشیه‌ای رو بافتم،
درج پنج اگه دقت بکنین، نمیدونم حالا این خوب نشون میده یا نه، اولین دونه ما پای بلنده توی فرانت لوپه، بعد از حاشیه البته. پس من یه دونه اینجا پای بلند میبافم، خب بعد از اون اینجا داره به من میگه سه تا بک لوپ بباف، سه تا، چون خونه خالیه، وقتی خونه توش ایکس داره یعنی اینکه پای بلند توی فرانت لوپ باید ببافی، وقتی هیچی نداره حالا هر رنگی که باشه یعنی اینکه باید پای کوتاه ببافی تو بک لوپ. بعد از اون به من داره میگه پنج تا پای بلند بباف تو فرانت لوپ، پنج تا. خب من شروع میکنم، یک، دو، من پنج تا رو بافتم. حالا الان دوباره تکرار دارم، یعنی چی؟ یعنی اینکه من باید سه تا بک لوپ ببافم، یک، دو و سه. اینجا الان به من میگه یه دونه پای بلند وسط این گل بباف و بعد گلم دوباره تکرار میشه. یعنی چی؟ یعنی دوباره سه تا، بعد از اون سه تا بک لوپ و بعد از اون پنج تا پای بلند فرانت لوپ، خب سه تا و بعد پنج تا. این امتداد نقشه رو میبینید، وقتی که نقشه X تو یکی از خونه ها هست این امتداد رو میبینید. این امتداد نشون دهنده اینه که در حقیقت این خونه تکرار میشه، یعنی اینکه نخت ها اونجا ادامه پیدا میکنه، برای همینه که ما میریم توی فرانت لوپ میبافیم. عمق کار رو اینجا به ما نشون میده. ممکنه شما خیلی نقشه داشته باشین ولی این نقشه ها به دردتون نخوره، به خاطر اینکه توش ایکس نداره که بدونین که در حقیقت کدوم پای بلنده. پنجتای دوم رو هم بافتیم توی رج پنجم، بعدش دوباره من سه تا بک لوپ دارم چون باید قرینه باشه با اون طرف، بعد دوباره یه دونه پای بلند داخل فرانت لوپ رج قبلی رو دارم و بعد دونه حاشیه‌مو دارم که به صورت پای کوتاه معمولی بافته میشه و تهش دو تا زنجیره میزنم و نخمو قطع میکنم. شکل کارم این شکلی شد، میبینین داره گل تشکیل میشه، اینجا گل داره خودشو نشون میده. این گل کامله، این دوتا گل گوشه‌ای هستن و کامل نیستن، دقیقا این همین چیزی که اینجا شما میبینین. ما الان در حقیقت تا اینجا بافتیم و حالا میخواییم بریم رج ششم. آماده باشیم برای رج ششم.